ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. دولت آمریکا یک بار دیگر نقض حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کرد. هیلاری کلینتون در یک بیانیه جداگانه ضمن محکوم کردن حکم اعدام برای سکینه آشتیانی گفت رهبران رژیم ایران پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندان خود و به طور خاص زنان را نادیده می‌گیرند. وزیر خارجه آمریکا افسود ما نگران اعتراف‌های اجباری هستیم که از زندانیان در ایران گرفته می‌شود. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه اعتراض به انحلال این دانشگاه توسط وزیر بهداشت کابینه پاسدار احمدی نژاد روز گذشته در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. همچنین تحصن این دانشجویان در مقابل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی برای سومین روز پیاپی ادامه داشت. در پی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران تعدادی از اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه استعفا دادند. در همین حال حیدرپور عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با ابراز نگرانی از پیامدهای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داد که این امر منجر به تنش و ایجاد نارضایتی می شود. همزمان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع وزیر بهداشت رژیم را برای ارائه دلایل انحلال دانشگاه فراخواند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ادامه بازداشت منصور اوسانلو، رضا شهابی و ابراهیم مددی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را ادامه بی عدالتی خواند. مک اوراتا دبیر بخش حمل و نقل زمینی این فدراسیون با صدور بیانیه گفت بی عدالتی همچنان ادامه دارد. آزاد نشدن رضا شهابی نشان می دهد که وعده های رژیم ایران تو خالی است، همانطور که در مورد اوسانلو هم به همین صورت بود. در